بررسی قسمت 13 همه سریال نوبت لیلی تو این ویدیو و اینکه از شما خواسته بودم نظرتون در مورد این قسمت بنویسید آخر ویدیو چند تا از اون قرار نشون بدم پس تا آخر همراه من باشید سلام من محمد علیم شیرزاد خیلی خوش اومدید به کانال شیرزاد فیلم تو این کانال فیلم و سریال معرفی میکنم و فیلم و سریال هایی که منتشر میشن رو بررسی میکنم پس اگه به این دست از موضوع علاقه داری و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی لطفا دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه زنگوله بغلش هم بزنی هر موقع که ویدیو جدید آپلود کردم باخبر خبر میشی و میای ویدیو رو میبینی تک تک قسمت های قبلی سریال نوبت رو تحلیل و بررسی کردم لینک پلی لیستش بالا اگه اونا رو ندیدی پیشنهاد میکنم که اول اونا رو ببین و بعد بیا سراغ این ویدیو سکانس اول این قسمت رو هم دوست داشتم هم دوست نداشتم در این اینکه دوست داشتم لباسه جذاب بود و میزانسن جذاب بود خیلی سخته ولی در اینکه دوست نداشتم اول اینکه این کاتی که اینجا خورد اصلا دلیلش چی بود واسه چی بود واسه این بود که ما یادمون بیاد که این کیه خب آلزایمر که نداریم یکی دو قسمت پیش ما اینو دیدیم دیگه اصلا بگم کنم خیلی به جا نبود نبودین اصلا این کاتی که اینجا خورد به گذشته دوم همین که تو این سکانس به نظرم بازی یک دست نبود یعنی خیلی متفاوت از هم داشتن بازی میکردن به خصوص ایشون که خیلی نمایشی و تئاتری داشت بازی میکرد فردا بعد از طلوع آفتاب حالا نمیگم ها اگه همه اینطوری بازی میکردن خب میگفتم تصمیمی که گرفته شده برای این سکانس کلا حالا شاید مثلا برای اون فضای کتاب نوبت لیلی ولی این یه نفر خیلی مثلا داشت درشت و تئاتری بازی میکرد بعد بقیه خیلی متفاوت من دوست نداشتم اینجا که تو پومین میفته زیر میز و میره از اون زیر ماسک بیروخ رو پیدا میکنه خب جلوتر لیلی گفت که اینجا رو ما کلا مبله فروختیم یعنی ممکنه که اینم هم از همون موقع اون زیر مونده باشه و تا جایی که یادم میاد اشتباه نکنم تو قسمت اول لیلی وقتی توح... لیلی میگم لیلی وقتی توهم میزد رو صورت مادرش میدیدیم ماسک و ممکنه که اصلا این ماسک مال خود روحنگیز بوده باشه بهتر از اینا بودم نه هیچ جایی من ببخشید قبلا تو ویدیوها در مورد شخصیت لیلی خیلی صحبت کردم اینجا هم وقتی که اینجا واقعا نگران امید شده بود یعنی لیلی ولی وقتی اون جواب از امید چنید خیلی خواست زود خودش رو جمع کنه بی خیال نشونش نشون بده خودشو و عینکش هم سری گذاشت رو چشش و نخواست که اون حس باقیش از تو چشاش بخواد بفهم امید و اینکه واقعا هم همینطوریه یعنی قضیه که میگن چشما به آدم دروغ نمیگن به نظر من حقیقته یعنی به نظر من یه خورده باشه چشای آدم رو بخونی تشخیص کس که داره دروغ میگه خیلی راحته بچت کو محبوبه که خانم گوهر خیراندیش داره بازی میکنه نقشش رو اگه یادتون بیاد اولین بار که اینو دیدیم توی سریال بدون هیچ بدون هیچ دیالوگی گفته باشه بدون اینکه هیچ عکت خاصی نشون داده باشه من گفتم که آقا این حالش از من هم بهتره ولی داره خودشو میزنه به آلزایمری بودن آره اینکه بالا سر ایشون عکس خانم لادن مصطفیه به نظرم ممکنه که اصلا خانوگوهر خیرندیش اینجا نقش مادر دادن مصطفی رو داره بازی میکنه که حالا اتحاد داره میگه مرده و اتحاد قبلا دوستش داشته و اتحاد به خاطر همین میاد بهش سر میزنه و ما هیچ جام ندیدیم که مادر خطابش کنه مامان خطابش کنه میگه خانم جان منم اکثرا شنیدم که حالا به مادر زن و مادر شوهر نمیگه خانم جان و اینکه اصلا اگه مادرش باشه که چرا باید اصلا از بچاش بنهونش کنه من فکر میکنم که مادر همون لادن مصطفی دنیای اتحاده حالا جالبش اینه که واسه خود اتحاد هم داره نقش بازی میکنه و ادا در میاره همون اولم هم گفتم به نظرم کاراکتر مهمیه و خیلی چیزا رو میدونه باید ببینیم که به وقتش چه کارهایی قرار انجام بده مرداد از اونجایی که از این مرداده خیلی داره صحبت میشه ممکنه که لیلی به نظرم بره سراغش تو قسمتهای بعدی شاید لازم باشه بری وارنا اینجا به آرش میگه که لازمه که بری وارنا وارنا کجاست شهر خیلی تاریخی و قدیمیه تو بلغارستان که مثل اینکه حالا خانواده آرشینا هستن از سو نسبشون برمیگرده به اونجا و اینکه حالا یه نکته جالبی داره این وارنا بزرگترین یعنی قدیمی گنجینه دنیا اونجا پیدا شده و مثلا اگه اینم بخوان مثلا قاطی بکنم بکنن نمیدونم ولی اگه بکنم به خیلی جالب میشه جذاب میشه شد خانم مینا جعفرزاده درجه یک که نقش دایه آرش رو بازی میکنن جالب بود که رو کف دستشون عکس اون سرگین قلطانه بود و بقیه معمولا رو بازوشون و رو مچشون بوده یه چیز دیگه هم که دوست نداشتم به نظرم فقط برای این بود که نشون بدن اینا تو دستش تتو داره این بود که از موهای آرش داشت تعریف می‌کرد دایاش با دستش داشت نشونش میداد این حسو به میداد که خب انگار فقط داره به اینکه نگاه کن اینم تتو داره یه قلبه میدی آراز یه نکته دیگه هم که این سکانس داشت این بود که فهمیدیم اسم اصلی آرش آرازه و اصلا شاید همشون اسمشون جعلیه و می جایی که دیدیم که اصلا قسمت قبلی داشتن قاچاق می‌کردن کار خلاف بودن و اینا ممکنه که اصلا خیلی غیر قانونی دارن اصلا اینجا زندگی میکنن شاید برای تو هم باشه هی hey, هرچی داره میگذره بیشتر به این ایمان میارم که میگفتم لیلی و آرش گذشتهشون به هم میرسه تو اینجا دایش داره بهش میگه که از یه جا به بعد بدی و تو زندگیتون دقیقا مثل زندگی خانواده لیلی اینا هر دوشون دنبال این نگارگریان من این تابلو کاملش رو تو رمان دره رو دیوار یه خونه دیدم اینجا هماین اتحاد داره میگه نگارگری رو کاملش رو اونجا دیدم و سرگین قلطان هم روش بود و جالبه که فاخر هم اونجا بود دقیقا و اینکه به نظرم از اونجایی که آرش خیلی از دست فاخر شکاره ممکنه که آرش بخاطر بگم آرش فاخر به خاطر چاپلوسی بره این قضیه رو کلا تعریف کنه برای آرش یا ممکنه که بره برای دادن مصطفی شاید واسه هر دوتاش از اونجایی که تو کتاب پدر لیلی ناپدید میشه انتظار داشتم که تو این قسمت هم که بابای لیلی گم شده بود اونم ناپدید بشه و بره دنیای دیگه ولی اینطوری این نشد و این یادم افتاد که خب قرار نبود که همه چیز دقیقا این همون باشه ولی خب ممکنه که تو قسمت هم بعدی هم دوباره همین اتفاق بیفته و پدر لیلی بر دنبال چیزایی که دوست داشته چیزایی که میخواسته بهش برسه توی دنیای دیگه از اونجایی که هر قسمت داره تایم سریال کم میشه تایم ویدیو هم داره کم میشه بریم چند تا از نظرات شما رو در مورد این قسمت بخونیم چرا هیچ قسمتی یه گره باز نمیکنه هر قسمتی یه گره اضافه میکنه الان یا با این خالکوبی چی میگه فکر کنم محبوبه مامان لادن مصطفی دنیای اتحاده فکر میکنم که این امیدم دنبال نگارگریه فکر کنم آرش پسر معشوقه سابق بابای لیلی هستش چون تو کتابم آرش پسر بیروخه و اینکه آرش راحت سفر میکنه به دنیای موازی فکر میکنم تو قسمتهای آینده آرش یا فاخر خانواده لیلی رو خیلی زمان فیلم رو کم کردم من نفهمیدم یعنی آرش ایرانی نیست احساس میکنم پدر آرش پدر واقعیشو و کشته اتحاد اول میره اون دنیا دنبال عشق سابقش همه چیزی سر اون پیرمرد داخل ویلا است از اول خودش مادر لیلی رو برای خرید نگارگری آماده کرده بود به نظرم سنم مترجم کتاب مادر آرشه و محبوب مادر لادن مصطفی یه در مورد نوبت لیلی بذارید لطفا حتما این محبوب جون میتونه یه ارتباطی به گذشته اتحاد داشته باشه تطوی سرگین غلطانه دست دادیا هم یه نشون است خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید نظرتون کامنت کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید مرسی که تا اینجا همراه من بودید منتظر ویدیوهای بعدی باشید